در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش ایران به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، پیشتازی بایدن در ایالت‌های تعیین کننده در انتخابات آمریکا و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار ویروس کرونا. تا بعد از ظهر شنبه 31 خرداد تعداد مبتلایان جهانی ویروس کرونا به عدد 8,880,000 نفر نزدیک شد. تا کنون بیش از 463,000 نفر در سراسر جهان جان خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. تعداد بهبودیافتگان نیز حدود 4,650,000 نفر گزارش شده است. آمریکا، برزیل و روسیه در رده‌های اول تا سوم بیشترین آمار ابتلا قرار دارند. در این کشورها به ترتیب تا امروز 2,300,000، 1,038,000 و 576,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. آمریکا، برزیل و بریتانیا نیز سه کشور اول از نظر آمار قربانیان این ویروس هستند. در این کشورها به ترتیب 121، 49 و 42 هزار نفر جان خود را از دست دادند. دانشمندان ایتالیایی با بررسی نمونه‌های شبکه فاضلاب دو شهر این کشور ضمن تایید وجود ویروس کرونا در این نمونه‌ها اعلام کردند که این ویروس از ماه دسامبر در ایتالیا وجود داشته است. یعنی ویروس کرونا مدت‌ها قبل‌تر از تایید اولین مورد ابتلا به کووید 19 در این کشور وجود داشته. مقامات چین نیز روز جمعه از ابتلای 27 مورد جدید به کووید 19 خبر دادند. آنها اعلام کردند نوع ویروس کرونایی که در پایتخت این کشور شناسایی شده در اروپا وجود دارد. 22 نفر از این افراد در پکن زندگی می کنند. از سوی دیگر نیز تعداد قربانیان ویروس کرونا در مکزیک تا روز جمعه از 20,000 نفر عبور کرد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا همچنان با سرعت بالا در حال آلوده کردن مردم در سراسر دنیا است. روز پنج شنبه بیش از 150,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. تظاهرات مردم مالی علیه رئیس جمهور این کشور. ده‌ها هزار نفر از مردم کشور مالی روز جمعه به خیابان‌های شهر باماکو پایتخت این کشور آمدند تا علیه ابراهیم بوباکار کیتا رئیس جمهور این کشور تظاهرات کنند. معترضان به دلیل شکست دولت در جلوگیری از حملات گروه‌های تندرو، روند کند اصلاحات سیاسی، اقتصاد ضعیف و وجود فساد دولتی خواهان استعفای رئیس جمهور 75 ساله کشورشان هستند. تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل نمایندگان 35 کشور روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست که بیدرنگ با آژانس همکاری کامل نشان دهد و امکان دسترسی این سازمان به تمام سایت‌های هسته‌ای را فراهم کند. در واکنش به این اقدام، ایران تصویب قطعنامه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اقدامی غیرسازنده، غیرمسئولانه و غیرقابل پذیرش توصیف کرد. ایران همچنین صدور این قطعنامه را در حالی که جمهوری اسلامی بالاترین سطح از همکاری را با آژانس داشته است، اقدامی کاملا غیرسازنده و مأیوس کننده توصیف کرده است. مقامات ایران همچنین تاکید کردند که در واکنش به قطعنامه شورای حکام اقدام مقتضی و مناسب خواهد داشت. تظاهرات علیه نژادپرستی در آمریکا در سالگرد پایان بردهداری در این کشور. هزاران نفر از مردم آمریکا روز جمعه در نیویورک، واشنگتن و شهرهای دیگر به خیابان آمدند تا در گرامی داشته روز آزادی بردگان در این کشور از پایان خشونت توسط پلیس و نژادپرستی نظام یافته در این کشور حمایت کنند. حامیان جنبش جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد با در دست داشتن نوشته‌هایی خواهان پایان جنگ علیه سیاه‌پوستان آمریکایی و اخراج پلیس‌های بدرفتار شدند. پارلمان اروپا نیز قطعنامه ای را تصویب کرد که هر گونه نژادپرستی و خشونت پلیس در جریان تظاهرات مردم آمریکا را محکوم می‌کند. اعتراضات مردم آمریکا به مرگ جورج فلوید توسط پلیس مینیاپولیس همچنان در نقاط مختلف آمریکا و کشورهای دیگر ادامه دارد. پیشتازی بایدن در ایالت‌های تعیین کننده در انتخابات آمریکا. طبق تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده توسط CNBC، جو بایدن
معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اختلاف خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جلب حمایت مردم 6 ایالت این کشور افزایش داده است. طبق این نظرسنجی، جو بایدن در ایالت‌های آریزونا، فلوریدا، میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین از دونالد ترامپ پیشی گرفته. این در حالی است که در تمامی نظرسنجی‌های گذشته ترامپ از رقیب خود پیشتاز بود. کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات آمریکا، این نظرسنجی هشداری برای ترامپ محسوب می‌شود.